من که شیعه بودم، دوستان شیعه، این علمای شیعه این مثل رو زیاد به ما میگفتن، تو کتاب ها هم زیاد بود که یک کسی در وسط جنگ ها اومد پیش حضرت علی، حرف شیعه هست، که یا امیر المومنین آخر چطور ممکنه که تو برحق باشی؟ ببین این طرف مقابلت زن پیغمبره، طرف مقابلت پسر عمه پیغمبره حضرت زبیر، یار غار پیغمبره، طلحه است، چجوری ممکن آدم؟ من گیج شدم. حضرت علی جمله طلایی داشت که به گفته شیعه و جمله طلایی هم هست، میگه آدم ها رو آدم به حق میسنجه، حق رو که به آدم ها نمیسنجه که فلان آدم چون یه حرفی رو زد پس حتما حق گفته، نه، آدم ها چقدر که مقام داشته باشن باید کارشون مطابق با حق باشه و قرآن حقه و ما از قرآن برای شما دلیل میاریم. امروز دلیلی برای شما میارم که روز قیامت یا براتون فایده داره خیلی، یا براتون خیلی خیلی ضرر داره. حجت بر شما تمام میکنه اگر قبول نکنید، اگر قبول کنید به بهشت اعلی میرید. حالا چرا این مثال زدم؟ برای اینکه من 400 صفحه از قرآن گذشته، یعنی دو ثلث قرآن گذشته، الان 401 و 402 هستیم. دوستانی زنگ میزنن که آقا یعنی هر صفحه قرآن علیه ما دلیل داره، یعنی ما مشرک هستیم؟ میگن یعنی اگر علی ما چطور میشه همه ما مشرک باشیم؟ به قرآن با خودشون مقایسه میکنن. بابا خودتون رو با قرآن عرضه کنید. این استدلال خیلی غلطه که میگه راحت بگو ما مشرک هستیم دیگه، 80 میلیون ایرانی رو بگو مشرک هستن، تو از هر صفحه علی ما دلیل میاری. من چیکار کنم؟ دلیل خودش میاد علی شما. خودتون رو با قرآن تطبیق بدید. قرآن رو با خودتون که تطبیق نباید بدید.